shit <laughs> خب دوستان خوبم سلام من شهاب صادقی هستم و به کلاس من خیلی خوش اومدین خیلی خیلی خوشحالم که میبینم ویدیوها براتون مفیده و شما بسیار پیشرفت کردین اگر که ویدیوهای من براتون جذابه ازتون میخوام کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگوله کناریش رو فشار بدین که براتون نوتیفیکیشن بیاد که وقتی براتون ویدیو میذارم شما بتونین ویدیوهای من رو ببینین بچا لایک شما و همچنین کامنت فینگلیش شما یا انگلیسی شما باعث میشه که یوتیوب شما رو اسپم نشناسه و سابسکرایب شما رو در صفحه من نگه داره خب امروز درسمون چیه در ادامه کلاس های گیتار کلاسیک امروز میخوایم با همدیگه دیگه یاد بگیریم یعنی از امروز میخوایم استارتشو بزنیم چون که احتمالا دیدین در کامنت ها چقدر راجع به صحبت شده و چقدر شما از آن کردین که آقا چقدر سخته و من نمیتونم و اینها در حالی که بسیار روال راحتی داره بسیار ساده است اگر که آدم قدم به قدم پیش بره خب موضوعی که هستش بچه شما خیلی برای من خب سوالات مطرح کردین همونطور که میبینین من تو یه سری ویدیو مجزا براتون به سوالات زیادی پاسخ دادم اما دیگه نمیتونم تک تک ویدیو به این کار اختصاص بدم من همش سعی میکنم که سوالات که تعدادشون افزایش یافت یه هم مثلا پنج ویدیو اختصاص بدم به سوالات و برخی سوالات که سوالات مهمی هستش و در واقع سوال نیست یک مبحث تدریسی هست مثل این موضوع یا موضوع کار کردن با افکت های گیتار براتون ویدیوهای مجزا بگیرم و همونطور که میبینید دارم قدم به قدم این کار رو براتون انجام میدم بنابراین نگران نباشین و مثلا برخی رو که یه کامنت رو بارها بارها تو صفم میذارن احتمالا نگرانن که من نبینم نه همونطور که میبینی من همه لایک همه کامنت ها رو لایک میکنم که بهتون بگم من همه کامنت ها رو میبینم فقط خب خیلی دریایی از سوال ها هست و باید صبر کنین تا نوبت پاسخ به سوال شما هم در ویدیویی که میگیرم باشه خب بچه ها چی داشتم میگفتن آها نوت خونی ببینید اولین کاری که ما باید با هم دیگه بکنیم اینه که اصلا آیا تو دسته گیتار نوت ها رو میشناسیم پس ابتدا به شما نوت ها رو روی دسته گیتار میگم همونطور که میدونین ما الف بای موسیقی دو ر می فا سل لا سی هست الف بای موسیقی دیگه چیه مثلا ببینید اینو گوش کنید این بیچاره یه صدایی داره دیگه ما به این صدا میگیم می این صدا رو گوش کنید ما به این صدا میگیم سی یه دستگاهی هست این دستگاه دستگاه فرکانس سنج طول موج سنج این سیمی که من مرتعش میکنم یه فرکانسی داره دیگه نه مثل یه موج دیگه چه فرق میکنه اصلا از مبحث موسیقی بیایم بیرون یک فرکانسی داره دیگه اون دستگاه این فرکانس اینو تعیین میکنه مثلا میگه این موجی که شما زدی گوش میکنه این دستگاه و میگه مثلا 400 هرتز بعد یه استانداردی وجود داره میگه آقا از این به بعد هر موجی که تولید شد حالا میخواد با ساز یا با دهن اینم یه موجی داره ساطع میکنه دیگه صوت دیگه و صوت هم یک موجه میگه آقا هر وقت یه موج 400 هرتزی ساطع شد این اسمش رو بذاریم x اینجوری پس یه استانداردی وجود داره که موج 400 هرتز مثال میگم اسمش هست x موج 500 هرتز اسمش هست y درست شد بنابراین هر کدوم از این فریت هایی که من میگیرم این یه فرکانسی داره این یه فرکانسی داره این یه فرکانسی داره این یه فرکانسی داره متوجه شدین بنابراین هر کدوم یه اسمی دارن یه استانداردی داره و یک اسم از پیش تعیین شده ای داره به اسم دو ر می فا سول لا سی به طور مثال میگن آقا هر وقت مثلا یه رنگی زدی با 500 هرتز اسمشو بذار دو اینجوری حالا بنابراین پس کوک گیتار هم از اینجا میاد دیگه که شما به استاندارد به شما میگه که آقا سیم یک و یه جوری کوک کن که وقتی لنگ میزنی فرکانس فلان تولید شه که دیگه تو دستگاه های تیونر گیتار به اسم فرکانس دیگه نمیشناسن به اسم نوت میشناسن همون دور میفاسولاسی خودمون بنابراین الف بای موسیقی یعنی چه فرکانس و چه صدایی چه اسمی داره اسماشون چیه به جای اون x و ایگرگ اسپاشون هست دو ر فا سی قبوله فرض فرمایید این دو باشه هر چی که میره زیرتر میشه گیتار من به این سمت زیرتر میشه اگه صداش گوش کنین هی داره زیرتر میشه هر چی داره زیرتر میشه از این دو داره دورتر میشه میگه دو ر فا سی فلان ها اما ما انتظار داریم برمرین اگر که این دو باشه این ر باشه فرت بغلیش و فرت بغلیش می باشه دو ر می فا ولی این شکلی نیست یکی در میون اسم گذاری میشه یعنی اگه این دوه مثلا فرض کنید فرض کنید که فرت سه دو باشه فرت پنج ر هست دو ر می یکی در میون اسم گذاری میشه پس اون وسطی هاشون چیه اسمش از دیز یعنی اگه این دو باشه این دو دیزه اگه این ر باشه این ر دیزه اگه این می باشه فلان اما فقط باید به صورت یک قرارداد با هم دیگه حفظ کنیم که می و سی دیز نمیگیرن بنابراین اگه فرض کنیم این نوت دو من باشه این میشه دو دیز یعنی یه استانداردی هست که میگه آقا این صدا مثلا این صدا با این فرکانس اسمش هست دو دیز و فقط شما باید حفظ کنید اصلا هیچ تحلیل و بررسی نداره از پیش بنابراین همه نوت رو اگه بخوام بخونم هست دو دو دیز ر ر دیز می فا فا دیز سل سل دیز لا لا دیز سی تموم شد دور این فاصله سی حالا اگه بخوام یه فرت دیگه بغل سی بکوبم اسمش سی دی از نمیشه دوباره میره میشه دو یعنی دور می فاصلاسی دور می فاصلاسی اکتاب اکتاب اصطلاحا هم میگن یه سری دور می فاصلاسی بم یه سری دور می فاصلاسی زیرتر و زیرتر و زیرتر که تو پیانو خیلی واضحه دیگه یعنی 100 تا کیلده دور می فاصلاسی دور می فاصلاسی دور می فاصلاسی به این شکل تو گیتار هم به همین ترتیب دوره فاسولاسی دوره این فاسولاسی دوره این فاسولاسی هی زیرتر میشه پس تا اینجا ای کار رو متوجه شدیم حالا میریم رو دسته گیتار بگیم که این دوره می کجاست اینا بچه مقدمه کار نتخونیه ها که اول من تو دسته گیتار بدونم دوره می کجاست بعد برم رو کاغذ ببینم چه جوری باید اینا رو نمایش بدم هدف اون در نهایت چیه که تو در نهایت بگیم که آقا این اسمش چیه این نوت مثلا فریت هفته سیمه یک اسمش چیه و چجوری تو کاغذ نمایشش میدن و یا برعکس اگه من یه روزی یه نوتی رو دیدم تو کاغذ تو خطای حامل استاندارد نوتیشن چجوری اون رو بزنم این هدف ماست دیگه نه که بهش میگیم نوت خونی خب بریم ببینیم چه خبره من ابتدا به شما سفرت اول گیتار رو درس میدم و بعد خورد خورد بهتون کل گیتار رو درس میدم و بعد دیگه میریم رو کاغذ و این حرفا خب ببینید رو سفرت اول گیتار ابتدا من اوپن ها رو به شما بگم اوپن چیه سیم های آزاد یه شعر داره ملا رسول سیمی می لا رسول سیمی یعنی شما شیش سیم آزاد گیتار سیمی اسم گذاری میشن پس یعنی یه روزی بخوایم کوک کنیم گیتار رو سیم شیش رو اونقدر صفر میکنیم که صدای می بده تو اپلیکیشن تیونر که قبلا براتون مفصل تدریس کردم قبوله بچه ها اگه می تون تون دارم حرف میزنم به خاطر اینکه اینا رو قبلا گفتم بنابراین دیگه سریع ازش عبور میکنم افرادی که براشون سوال هست میتونم به ویدیوهای قبلی مراجعه بکنن که زر براشون بست دادم و که خیلی تون تون مثل الان درس نمیدم خلاصه این مولا رسول سیمی یعنی میلا رسول سیمی در اومد سیم شیش اوپنش میه من تو این گفته بودم دو دو دیز ر ر دیز می فا فا دیز سول فلان اینجوری نوت هم زیر میشد و گفتم تو گیتارم اینجوری نوت زیر میشه بنابراین اگر که سیم اوپنش می باشه فرت یکم من میشه فا فرت دو میشه فا دیز فرت سه میشه سول فر... تو همون کاغذ دور می فا سول فرت چهار میشه سول دیز فرت 5 میشه لا فرت 6 میشه لا دیز فرت و به همین ترتیب تا انتها میره که من فقط صفرت اول رو میخوام شما فعلا حفظ کنید اوکی سیم 5 اوپنشو رو گفتیم میشه لا بنابراین فرت یکش میشه لا دیز فرت دو میشه سی و فرت سوم میشه دو مگه لا لا دیز سی دو نبود لا لا دیز سی دو دو دیز فلان تا انتها میرفت دیگه حالا سیم 4 سیم 4 اوپنش هست ر بنابراین فرت یکمش میشه ر دیز فرت دومش میشه می و فرت سومش میشه فا قبول سیم سه اوپنش میشد سل خب پس فرت یک میشه سل دیست فرت دومش میشه لا فرت سومش میشه لا دیست و تا انتها که دیگه ما لازم نداریم سیم دو اوپنش میشه سی فرت یکش میشه دو فرت دوش میشه دو دیست فرت سومش میشه ر ، قبوله سیم یک اوپنش میشه مثل سیم شیشه می فرت یکش میشه فا فرت دوش میشه فا دیز و فرت سهش میشه سول قبولی ما این ستا رو باید حفظ کنیم که جدولش رو براتون میذارم توی همین ویدیو که شما حفظ کنید و الان فهمیدیم که چه خبره تا الان ما چی بلدیم تا الان ما بلدیم که سفرت اول گیتار اسمشون چیه حالا این رو میخوایم روی خطوط حامل یا رو دفتر نمایش بدیم در واقع من میخوام بگم آقا شما لطفا سیم یک فرت یک رو بزن و بگو اسمش چیه شما میگی اوکی گرفتم و زدم اسمش فا میگم حالا اینو بیا تو کاغذ یه جوری برنامه من بنویس که من بفهمم که اینو چگونه می نویسن. نوع نگارش نوت ها به چه شکله راجع به این موضوع الان میخوایم مفصل با هم دیگه صحبت کنیم بچا ها روش های مختلفی میتونه وجود داشته باشه روش شماره یک ببین خودمون یه روش مندرآوردی بسازیم اینجوری با کاغذ قشنگ بنویسیم سیم یک فرت یک هدفمون چیه؟ هدفمونه من و شما یه آهنگ ساختیم این شکلیه چه آهنگی ساختیم؟ گفتیم می فا سول فا می و اینو میخوایم تو کاغذ بنویسیم بدیم دست رفیقمون ما دیگه گیتار نداریم بدیم دست رفیقمون ما آهنگ سازیم بگیم آقا تو بزنش میخوایم بگیم که چه روش هایی وجود داره که بهش بفهمونیم اینو روش شماره یک چیه مسخره ترین روشه اینه که بیایم تو کاغذ قشنگ بنویسیم بنویسیم سیم یک اوپن را بزن سیم یک فرت یک را بزن سیم دو... یک فرت سه را بزن سیم یک فرت یک را بزن 6 ساعت براش بنویسیم که طرف یه دونه بزنه میفا سولفا می چون فا سول فا فقط با بنویسم میفا سولفا می اون نمیدونه کدوم یکی از این میا رو باید بزنه دیگه نه الان میتونی تصور کنی که الان سیم 6 ما می داریم، اینجا هم می داریم، ما چند تا می داریم من چجوری باید بهش بفهمونم که این می رو من میخوام تو بزنیم پس باید یه روشی رو اختراع کنیم من و شما که توی این روش به اون بفهمونیم که آقا من دلم میخواد می سیم شما رو یک رو ولی نمیتونم اینجوری بنویسم براش که فرض کن که یه آهنگ صد تا نوت داره بعد من دو تا دفتر پر کنم که بهش جوری بفهمونم چی بزنه این کار سالها و سالها احتمالا در گذشته وقت برده تا این موزیسین های قدیم متوجهشن آسونترین و مفهومترین و فلانترین بیسارترین روشی که میشه به طرف مقابل فهمون که چجوری نوت ها رو بزن چیه روش چیه؟ بهش میگن استفاده از خطوط حامل خطوط حامل چیه؟ میان پنج تا خط میکشن آن پنج تا خط ریز میکشن دراز و نزدیک به هم که بهش میگن احتمالا دفتر نوت ها قبوله میگن شما هر وقت رو خط از پایین هر وقت رو خط مثلا دوم یه نشانگر گذاشتین یه چیزی یه مشتی لگدی ستاره ای مربعی یه چیزی روش گذاشتین این علامت صدای صله هر وقت مثلا رو خط از پایین سوم یه چیزی گذاشتین اسمش سی هست آن قبول یعنی به شما میگه آقا مگه نمیخوای مثلا این می رو به رفیقت بگی بزنه بیا بین خط چار و پنج یه علامتی بذار این یعنی میه سیم شماره یک جمعا اوپن متفاید شدین؟ یعنی شما هر وقت تو این خطوط حامل بین خط چار و پنج یه نقطه یه چیزی بذارین علامتی خلاصه بذارین من بیننده میگه آها این این میه منظورش اینجوری اسم گذاری کردن به این حالت یعنی روی خطوط یه سری علامت بذار یا بین خطوط یه سری علامت بذار من به عنوان بیننده میفهمم که شما منظور چه نوتیه حالا بریم ببینیم که در واقعیت از چه قراره خب اینجوری مثالی زدم دیگه در واقعیت از چه قراره یعنی واقعا بهتون بگم که این بین خطوط و قبل خطوط و اینا یعنی بین خطوط و روی خطوط چه علامتی چه اسم و صدایی داره و روی گیتار چجوری باید زدش این هدف نهایی ماست دیگه همونطوری قبلا هم گفتم قبوله خب تا ها که سخت نبوده احتمالا نبوده دیگه چون خیلی دارم بچا اگرم شما ببینید من دارم تون تون درس میدم حتما برام کامنت بذارین و بگین که یه خورده آروم تر درس بدم خب من دارم برای افراد متعددی این کلاس رو برگزار میکنم و خب یه سری افراد هستن هیچی بلد نیستن یه سری افراد هستن کم بلدن و من سعی میکنم به زبونی بگم که برای همه شیوا با باشه ولی برام کامنت بذارین و بگین که حالا اگه پیشنهادین داری من اون پیشنهاد رو هم اجرا بکنم خب اگر من زیر همون خط یک یه دونه گردالوی هر چی اصلا مهم نیست اون که علامتی که میذارم اون زیر چی باشه یه گردالویی بذارم یه چیزی خلاصه بذارم بیانگر نوت ر هست اوکی کدوم ر ر سیم شماره چهار حالا بقیه نوت ها این سیم پنجاشی چجوری گذاری میشه بعدم بهتون میگم اوکی پس این شد ر اگر روی خط اول گردالو بذارم اسمش هست می می سیمه شمار چار اگر بین خط یک و دو یه گردالوی بذارم اسمش هست فا فا سیم شماره چار اگر روی خط دوم از خطوط حامل یه گردالو بذارم اسمش از سل سل سیم شماره سه اوپن قبوله تا اینجا کار ما الان ر می فا سل از سیم چار و سه رو یاد گرفتیم که چه جوری می نویسنش ر می فا سل کم چیزی هم نیستیم و متفقه شد این داستان چه قراره که یعنی شما دیگه از این وقت هر وقت نوت موسیقیایی دیدین که رو خط دومش یه دونه گردالو گذاشته میفهمی این سوله منظورشه و راحت میزنینش از شما الان نوت خونی دارید یاد میگیرید خب اگر بین خط دو سه یه گردالو بذارن یا هر علامتی حالا گردالو یه علامتی گردالوی بذارن ما بهش میگیم لا اسمی شما رسه اگر روی خط سوم یه علامتی بذارم بهش میگیم سی و سی ش... اوپن سیم شماره دو منظورمونه اگر که روی اه... تا سی رفتیم نه بین خط سه و چار یه... یعنی وسطشون یه گردالو بذارن نوت دو سیم شماره دو در واقع فرت یکم سیم شماره دو هستش و اگر روی خط چهارم یه گردالو بذارن رسیم شماره یه... دو و اگر بین خط 4 و پنج یه گردالو بذارن میشه نوت می سیم شماره یک اوپن و اگر به روی خط پنجم یه دونه گردالو بذارن میشه فای سیم شماره یک فرت اول و اگه بالای خط پنجم یه دونه نوت بذارن میشه سل از سیم یک فرت سوم در واقع شما الان از ری سیم شماره چهار تا سل سیم شماره س... یک یعنی کل سیم های یک دو سه چهار رو یاد گرفتید که نوت ها روش اصلا این نوت ها این فرت ها چه اسمی دارن نوت هاشون اسمشون چیه و الان رو دفتر هم دیگه ببینینش متوجه میشین که آها اینو باید بزنم و همینطور برعکس بزنید میتونید برای خودتون بنویسید این قدم رو نگه میداریم تا اینجای کار رو که شما یه ذره روش کار کنید ویدیو من رو هی عقب جلو کنیم ببینیم که چی گفتم تا جلسه بعد من ادامه دست رو بدم و مفصل براتون تحدیث بکنم اگر که می تون تون صحبت کردم برای شما که فرق نمیکنه ویدیو رو میکشین عقب دوباره و دوباره و دوباره و بارها و بارها میبینید که ببینید از چه قراره سوالاتتون رو تو کامنت مطرح کنید که ویدیوهای بعدی که میذارم به سوالات شما هم پاسخ داده بشه مواظب خودتون باشین و خدا